سرخط خبرها و مهمترین ها. یک مرد در پروان با گذاشتن ماین روی شکم همسرش او را کشت. کوچی ها در دایکندی با حمایت طالبان پس از 40 سال 900 هزار افغانی خونبها گرفتند. مهمترین و مفیدترین مقام در جامعه افغانستان را ترور کردند. با مجمع خبری کانال ما خوش آمده. لطفاً تا آخری ویدیو با ما باشید. مشروع خبرها. منابع محلی در پروان میگویند که یک مرد در این ولایت با گذاشتن ماین روی شکم همسرش و انفجار آن وی را به قتل رسانده است. این رویداد عصر روز چهارشنبه 4 مغرب در دره قولنج از مربوطات ولسوالی سیاهگرد پروان به وقوع پیوسته است. به گفته منابع، شوهر این زن خواجه محمد نام دارد و کارمند ماین روبی در ولایت قندهار می باشد. منابع می افزایند که خواجه محمد نخست خانمش را با ضرب چاقو زخمی کرده، سپس ماین را روی شکم وی گذاشته و انفجارش داده است. منابع اضافه می کنند که این خانم حدود 35 سال سن داشته است. منابع همچنان می افزایند که شوهر این خانم نیز از سوی طالبان در دره غوربند بازداشت شدند. مسئولان محلی طالبان در پروان ضمن تعیین حادثه انگیزه آن را خشونت‌های خانوادگی عنوان می‌کنند. گفتنی است که از چند ماه به این سو رویدادهای جنایی و خشونت‌های خانوادگی در بخش‌های مختلف کشور افزایش یافته است. کوچی‌ها در دایکندی با حمایت طالبان پس از 40 سال 900 هزار افغانی خونبها گرفتند. منابع محلی در دایکندی میگویند که کوچی ها با حمایت طالبان از باشندگان این ولایت پس از 40 سال نزدیک به 1 میلیون افغانی خونبها گرفتند. منابع محلی در دایکندی روز پنجشنبه 5 مغرب میگویند که مسئولان محلی طالبان در پی ادعای کوچی ها مبنی بر کشته و زخمی شدن دو مرد کوچی 40 سال پیش در پایین دره خودی ولسوالی خدایر این ولایت نزدیک به 1 میلیون افغانی خونبها جمع آوری کردند. با گفته منابع، ولسوال و قاضی دادگاه طالبان در خدای دایگوندی تای حکم باشندگان پایندری خودی را به جبر وادار کردند تا 900 هزار افغانی بپردازند. منابع می افزند که این دو مسئول طالبان از این مبلغ 800 هزار افغانی را به کوچی ها و 100 هزار افغانی را برای خودشان گرفتند. قابل یادآوری است که پیش از این نیز در چندین موارد مشابه و در پی ادعای کوچی ها طالبان از ساکنان برخی ولسوالی های دایکندی خونبها جمع آوری کرده و به کوچی ها دادند. طالبان کشته شدن یک متخصص جرای عمومی را در مزار شریف تایید کردند. سخنگوی پلیس طالبان در ولایت بلخ کشته شدن یک متخصص جرای عمومی را تایید کرد. محمد آصف وزیری میگوید دکتر اسدالله چهارشنبه هنگام بازگشت به خانه توسط افراد مسلح ناشناس در مربوطات حوزه 7 مزار شریف کشته شده است. طالبان گفته است عاملان کشته شدن این پزشک را بازداشت خواهد کرد. در جریان بیش از 1 سال گذشته شمار زیادی از متخصصان در شهرهای مختلف از سوی افراد مسلح کشته شدند. تا کنون عاملان این حوادث بازداشت نشدند. مدرسه های دینی از دغدغه معرفت تا سودای تروریسم. روزنامه 8 صبح گزارش می‌دهد مدرسه های دینی، نهادهای آموزشی مذهبی و پایگاه های فراگیری الهیات و شرعیات سابقه صدها ساله در فرهنگ تمدن منسوب به مسلمان ها در خاورمیانه و خصوصا افغانستان و کشورهای منطقه دارند. این نهادها در طول تاریخ دچار دگرگونی های عمیق، بحران های فراگیر و کهنگی مفرد در روش، منش و کنش شدند و مواجهه آنها در برابر دنیای مدرن، پرسش های جدید و مسئله های مهم جامعه و دین و الهیات، کنش بی‌رحمانه همراه با توهم و توحش و خشونت بوده است. مدارس دینی که روزگار محل تنازع افکار، تضارب دیدگاه‌های متفاوت و نشان از دیانت‌ورزی، معنویت و جدایی‌جویی بوده است. اکنون دغدغه معرفت از آن رخت بربسته و سودای خشونت و تروریسم در آن حاکم شده است. به زبان دیگر، مدرسه‌های دینی عصر ما نه تنها دغدغه معرفتی ندارد که به دامن تروریسم مذهبی غلطیده و هر مخالف پرسشگر یا مسئله پرس را با کنش خشونت‌آمیز جواب می‌دهند. مدرسه های مذهبی که روزگار سرآمد فلسفه و خردورزی بودند و مولانای بلخی و ابن رشید و ابن سینا از آنها سر بر می آورند، امروزه ابوبکر بغدادی و هزاران جانی و آدمکش دیگر تولید می کنند که تنها مغزشان به خوبی های نسوار می رسد و زبان خشونت و توحش را خوب بلدند.
این شرایط حاصل یک سری بحران‌های عمیق است که مدارس دینی در این سال‌ها با آنها دچار شده و اگر متولیان این نهادها و مسئولان جامعه و فرهنگ به آنها توجه نکنند، آیشمن‌های بزرگ است پستوهای تاریک این نهادها سر برخواهد آورد که مثل ضحاک مردوش حتی همنوع خود را می‌بلعد و نابود می‌کند. کما این که در دو دهه گذشته و در پی دروی گروه‌های بسیار خشن این نکته آشکار شده است که تروریسم برآمده از مدارس دینی به خودخوری دست یاد زده و حملات بسیار بی‌رحمانه را در مدرسه‌های دینی، نهادهای مذهبی و حتی مساجد اجرا کردند. تنها در چند سال گذشته ده ها حمله تروریستی در مدرسه های دینی و مسجد ها رخ داده است. پرسش اساسی این است که چرا مدارس دینی به چنین سرنوشت بدفرجام دچار شدند؟ کهنگی. با توجه به گسترش علم فناوری، رشد چشمگیر نهادهای مذهبی و سرعت پرشتابی که بشر میپیماید، تا به تعبیر یوال نو هراری تاریخ پژوه یهودی اسرائیلی، به خدای جهان برسد. مدارس مذهبی و نهادهای دینی کهنگی خود را حفظ کرده و هنوز در صدر آن هستند که طلبه های دینی را مثل ده قرن پیش آموزش بدن. برای امین است که محتوای درسی، انضباط اداری، کنش فردی و حتی فدوهایی که از دل این نهادها بیرون می شود با عصر ما وجه ناهمزمان دارند، در حالی که چرخ تحرک و تعالی بشر و تمام نهادهای دیگر چرخیده و اجازه تغییر را پیموده است، اما مدارس دینی همچنان کهنگی خود را حفظ کرده و می کنند. این کهنگی و قماندگی شامل تمام موارد می شود که در مدارس دینی وجود دارد، از کتاب هایی که تدریس می شود تا روش های تدریس، برخورد با طلبه ها و درونداد و بیرونداد های آن که خواسته یا نخواسته در جامعه و فرهنگ موجود تاثیر بزرگ داشته و دارد، از آنجا که جامعه دین زده و قمانده ما بر مبنای دستورات جهان ذهنی ملاها و طلبه های فارغ شده از این مدارس ساخت یافته است، حضور دوام این کهنگی یکی از عوامل مهم در رشد و گسترش تروریسم دینی و زمینه ساز عقب‌مانی جامعه است که بعد از هر بار تلاش دوباره به نقطه صفری میرسیم و تمام دستاوردهای جامعه ما نیز نیست نابود میشوند. تروریسم با استفاده از همین کهنگی مدارس دینی را به پایگاه خود تبدیل کرده و نیروی بشری بزرگ را در خدمت اهدافش گرفته است. با یک نگاه گذرا به ساختارهای نظامی تمام گروه‌های تروریستی این نکته آشکار می‌شود که قریب اکثر نیروی بشری آنها از مدارس دینی سر برآورده‌اند. قانون‌گریزی. در طول این سالها تمام نهادهایی که برای ارائه خدمات به جامعه فعالیت میکنند خودشان را بر مبنای قانون نظم نسق داده و کارکردها و بیروندادهای خود را بر مبنای قانون تعریف کردند. قانونمداری یکی از نشانه های عصر مدرن است که هر کس و هر نهاد در پیشگاه قانون ملزم به پاسخگویی است و التزام دارد که خود را بر مبنای آن عیار کند. در این میان مدارس دینی اما نه خودشان قانون و معیار مشخص دارند و نه زیر بار قانون‌های دولتی نظام‌های آموزشی رسمی رفتند. در افغانستان تا هنوز معلوم نیست که چه تعداد مدارس دینی وجود دارد، بودجه مالی آنها را از کجا تامین می‌شود، شیوه‌های تدریس آنها چگونه کار می‌کنند و نظم و نسق آنها بر مبنای چی بایدها و نبایدهای انجام می‌پذیرد.